آقای عطابکی، شما این کتاب قطور تقریبا 600 صفحه‌ای رو نوشتید در مورد قربانیان ایرانی استالینیسم که به روسی البته هست، ژرتوی ورمنی میشه که قربانیان زمان. چطور شد شما اصلا به فکر این افتادید که برید در مورد ایرانیانی که زمان استالین قربانی شدن کتاب بنویسن؟ انگیزتون چی بوده؟ انگیزه من برای پرداختن به این موضوع این کتاب در حقیقت انقلاب ایران بود. من شاهد عینی انقلاب ایران بودم. من انقلاب ایران در ایران بودم، در تهران بودم و در روزهای انقلاب شاهد سبائیتی بودم و من رو به اندیشه واداشت که آیا سرشت انقلاب چنینه؟ آیا تمامی انقلاب ها باید دست به چنین کشداری بزنن و به چنین سبائیتی بزنن؟ اون موقع بود که من از ایران دیگه گریخته بودم و آمده بودم به اروپا و زمینه ای شد این اندیشگی که برم سراغ انقلاب های دیگه جهان و همسانیشو اگر هست با انقلاب ایران پیدا کنم و رفتم به سراغ انقلاب روسی. خب بالاخره این کتابو نوشتید که در مورد ایرانیانی هست که در زمان استالین قربانی شدن. اینان کدو ایرانیان کی رفته بودن به روسیه؟ این نسل اول ایرانی ها بودن دیگه، اونایی که بعد از حزب کمونیست اینا. میشه توضیح بده که اینا در ابتدا کیا بودن؟ چهره های سرشناسشون کی بود و چرا رفته بودن روسیه؟ ایرانی ها مهاجرت گسترده شون به روسیه تزاری در نیمه دوم قرن 19 هم بود، وقتی که به هر صورت بعد از جنگ های ایران روس بخشایی از قفقاز و آسیای مرکزی از ایران جدا شده بود و بعد اونها در اونجا یک جماعت بسیار چشمگیر بیشتر برای کار میرفتن، برای کار میرفتن به ویژه در صنایع نفت باکو و همینطور در راهان سراسری که روسیه تزاری میکشید. اتفاقا پدر بزرگ من هم رفت اونجا کارگر بود، پدر بزرگ مادری من. بعد من کارنامه این ایرانیان مهاجر رو جای دیگه به دست دادم. اینها در اونجا یک جماعت بسیار بزرگی رو تشکیل دادن، انقلاب روسیه شد، اونجا بودن، بسیاری از اینها به حزب کمونیست ایران پیوستند و بعد به حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی پیوستند و بعد اینها بودند به اضافه کسانی که از ایران در حقیقت به خاطر اون شرایط سختی که بعد از کودتای سوم اسفند و برآمدن رضا شاه ما داشتیم در ایران که فعالیت کمونیستی در ایران ممنوع شده بود، اینها ایران رو ترک کردن و رفتن به اتحاد شوروی، اونجا زندگی کردن. به هر صورت اینا یه گروهی رو تشکیل میدادن و در سالهای آخر 1920، دهه 20 و به ویژه دهه 30 هستش که ما شاهد رفتار بسیار بسیار نابهنجار مقامات اتحاد جماهیر شوروی درباره ایرانیان میشیم. اون هم همینجا اشاره کنم که استثناء هم نیست، در حقیقت تمامش کسانی که در اون زمان در اتحاد جماهیر شوروی بود و باش داشتن از جمله ایرانیان محکوم چنین سیاستی. خب ایرانیایی که اونجا چه از قبل بودن چه بعد از اتفاقات داخل ایران اونجا مهاجرت کردن، اغلب اینها ایمان داشتن به اون نظام، کمونیست بودن، خودشون از رهبران حزب کمونیست ایران بودن مثل سلطانزاده و غیره. خب شوروی هم که یک نظام کمونیستی سر کار بود، چرا اینا رو میکشتن؟ چرایی تصفیه های استالینی رو در نظام توتالیتر استالینی باید جستجو کرد، نظام وحشت که برای اون یک سالاری که مراد بود، یک سالاری حزب کمونیست و رهبران برجسته و در حقیقت پیش کسوت حزب کمونیست باید جستجو کرد. این نطفهش در خود انقلاب روسیه بسته شده بود زمانی که همه هی حاضر بودن از جمله لنین. یعنی اون وقت هم که نگاه میکنیم تصدیقاتی از این دست، حتی در شکل محدود نسبت به
دیگر اندیشان وجود داشت، منشویک ها، اسعر ها و دیگران. ولی خب به مرور که انقلاب به هر صورت تحولای خودش رو پشت سر گذاشت، متحول شد انقلاب، این در حقیقت دامن کسانی رو هم گرفت که در درون حزب کمونیست خانش های متفاوت از وضعیت اجتماعی و وضعیت سیاسی و روابط بین الملل و از این دست داشتن. همزمان در این باید این رو هم در نظر داشته باشیم که قرار بود یک همگنی بسیار گسترده ملی به وجود بیاد و در این همگنی هر گونه در حقیقت تفاوت اندیشه، تفاوت نظر، استقلال در اندیشگی رو بر نمیتافت نظام شوروی و بنابراین کارزاری رو برای این همگنی، دامن زدن به این همگنی ملی آغاز کرد. 20 میلیون نفر در این تصفیه ها از میون رفتند. بنابراین ایرانیان تنها نبودند، یعنی خود روسا بودند، خود روسا بود. های دیگه هم بودند. من نمونه به شما بدم، 50,000 یونانی مشمول این تصفیه ها شدند، نزدیک 110,000 لهستانی مشمول این تصفیه شدن. من تلاش کردم همراه با همکارم لانا راوندی در این کتاب و در پژوهش‌هایی که منتج به این نگارش این کتاب شد، پرونده شهروندان غیر شوروی رو باز کنیم و در اینجا توجهمون به ایرانیان بود. خب بسیار خوب، من میتونم درک بکنم بعضی از ایرانیانی که رفتن در روسیه، مثل فرض کنید احسان الله خان که یکی از قربانیان رژیم استالینی بوده، اونها کسانی بودند که به هر حال بعد از شکست جنبش سوسیالیستی گیلان نهایتاً رفتن به شوروی که اونجا زندگی بکنن. اونها می‌خواستن انقلاب در ایران ادامه بدند به اصطلاح، ولی خب زمانی بود که استالین و رضا شاه می‌خواستن روابط دوستانه داشته باشن. اونا رو میتونه آدم درک بکنه که این برخلاف منافع روسیه بوده. آیا این مثلا یکی از دلایل بود کسانی که کشته شدند واقعا کسانی بودند که انقلابی تر از به اصطلاح استالین بودند و میخواستند به اصطلاح نهضت در ایران ادامه بدن؟ ببینید دلایل متفاوتی وجود داره، نمیشه واقعا همه دلایل رو تو یک سبد گذاشت. مثلا کسانی بودن که دیگر اندیش بودن، رادیکال بودن، مثل برادران آقایف که اینا متهم شده بودن به داشتن گرایش‌های تروتسکیستی، کسانی بودن که متهم شده بودن که به جاسوسی دارن میکنن به نفع دولت ایران، کسانی بودن که از جمله در پرونده‌هاشون اشاره شده بود که اینا تعلق به بهایی‌گری دارن. مثلا یکی از نمونه‌هایی که میتونم اشاره کنم اینه که احسان الله خان دوستدار بهایی زاده بود و بنابراین در یکی از اشاره‌هایی که در پرونده‌شون من خوندم گفتن که شما چون در یک خانواده بهایی زاده شدی، بنابراین شما پیوند داری با بریتانیا و شما جاسوس بریتانیا هستی. در حقیقت این یک نوع برای من یه همسانی با تبلیغاتی است که امروز ما در جمهوری اسلامی باش روبرو هستیم نسبت به بهائیان. اما وقتی که این کارزار شروع شد و همه در حقیقت تمکین کردند به رأی رهبران حزب کمونیست و رفیق استالین و این کارزار علیه دشمنان خلق رو به پا کردند، جمهوری ها و گروه های در حقیقت سیاسی و نهادها با هم دیگه مسابقه میدادند که ما در جمهوری خودمون چقدر دشمن خلق کشف کردیم و اعدام کردیم. اگر ما کردیم مثلا 50,000 تا در جمهوری آذربایجان، ازبک ها میگفتن شما کجای کارید، ما در ازبک ها 60,000 تا دشمن پیدا کردیم. و بنابراین تلاش میکردن که واقعا کسانی که نه سر پیاز بودن نه تای پیاز کارگر بودن، کارمند بودن، داشتن زندگی عادی میکردن، اینا رو به عنوان دشمن خلق میگرفتن و بعد محاکمه قلابی میکردن و بعد تیرباران میکردن و بعد سیاهه منتشر میکردن که ما اینقدر دشمن خلق دستگیر کردیم. حاصل این کار تا اونجایی که ما تونستیم ثبت بکنیم، تقریبا شماری نزدیک به 5,000 ایرانی مشمول در حقیقت این تصفیه ها شدند و از بین رفتند.
ببینید بعضی از کسانی که اونجا از بین رفتن، مثل مثلا سلطان زاده که از رهبران اولیه کمونیسم در ایران بوده و بعد خودش از تئوریسین های کمینترن بوده، مقام این بوده که شخصیت بین المللی بوده. آدمی مثل سلطان زاده چطوری کشته شد؟ محاکمه صورت گرفت؟ ببین محاکمات معمولا حدود 10 تا 20 دقیقه طول میکشید برای رسیدن به حاکمه. البته بازجویی های فراوانی صورت میگرفت، مثلا احسان الله خان از باکو آوردن تو مسکو، ادامه محاکمش تو مسکو بود. خود احسان الله خان نامه ای نوشته به استالین و گفته که من واقعا گناهی ندارم، برای من پاپوش دارید میدوزید، من انقلابی ام و وقتی نذاشتن. در مورد سلطان زاده محاکمش میدونیم که در مسکو بود. معمولا اینها رو در اداره NKVD پلیس مخفی اون زمان محاکمه میکردن که در میدان شهر یکی از میادین مرکزی مسکو در بنای لوبیانکا هستش. اونجا اینا رو محاکمه میکردن. مثلا میگفتن امروز روز ایرانی هاست، امروز روز یونانی هاست، محاکمه میکردن. و بعد از اینکه محاکمه میکردن، اوائل در همون ساختمون در زیر زمینش بعد از انقلاب همونجا در حقیقت اینها رو تیرباران میکردن. ولی بعدها به خاطر اینکه شمار تیرباران شده ها قرار بود تیرباران بشن زیاد شد، اینها رو در لوبیانکا بعد از این محاکمات 10 تا 20 دقیقه‌ای سوار یک ماشینایی می‌شدن مشکی که به روسی میگفتن کلاقی، اینا رو می‌کردن و می‌بردن به یک باغی به فاصله نیم ساعتی بیرون مسکو به نام کومونارکا. کومونارکا باغ ییلاقی رهبران انکوده بودش. اونجا می‌بردن پلیس اون مخفی اون دوره می‌بردن اونجا. وارد این کومونارکا که می‌کردن، یک محوطه صافی بود که در حقیقت اطرافش رو درخت‌ها گرفته بودن، اینها رو اونجا می‌ذاشتن و بعد از فاصله پشت این درخت‌ها اینها رو به گلوله می‌بستن و بعد در گورهای همونجا، در گورهای دست جمعی اینها رو دفن می‌کردن. در پایان سالهای پایانی اتحاد جماهیر شوروی و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری از این گورها به دست اومد، کشف شد و در حقیقت متوجه شدن که کسانی که در پی یافتن در حقیقت این جنایت بودند و شماری کسانی که به خاک افتاده بودند و پرونده تک تک این افراد، تونستن با مراجعه به پرونده های انکوده و بعد این گروه های دست جمعی به داده هایی برسن. خب این احسان لانا خانم که برگشت به اونور بعد از شکست جنبش میرزا کوچی خان، بعدن خودش خب از رهبران جنبش میرزا کوچی خان بود و بعدن که می‌خواستن یه فیلمی هم درست کنن که نقش خودش رو بازی کرد. ولی خود احسان الله خان چطور شد نهایتاً؟ جزئیاتی ما داریم که چگونه احسان الله خان کشته شد؟ در مورد احسان الله خان خیلی زیاد میدونیم، هم در مورد زندگیش تو باکو، هم در مورد دستگیریش، هم در اینکه نتونستن به هر صورت به فرجامی برسن در باکو و پروندهشو فرستادن به مسکو و در مسکو در حقیقت در زندان بود. میدونیم کدوم زندان بود و دادگاهیش هم داریم، پرونده احسان الله خان رو. و احسان الله خان رو اجازه بدید که یک عکسی از احسان الله خان بهتون نشون بدم. این احسان الله خان هستش که پیش از در حقیقت دستگیری ما ازش داریم. تو جنبش گیلان هم بیشتر از این تقریبا نزدیک به این بود و این در حقیقت با این چهره ما احسان الله خان تو باکو میشناسیم. و اجازه بدید اینجا بگم که این احسان الله خان است که ما در بازجویی ازش داریم، یعنی این عکسی است که احسان الله خان در بازجویی باکو داریم لاغر ازش. و شکسته شده. و بعد خب احسان الله خان در مسکو دادگاهی کردن به اتهامات بسیار بسیار واهی، ضد انقلاب بودن، جاسوس دولت مرکزی ایران بودن، بهایی بودن، رادیکال بودن، تروتسکیست بودن و انواع اقسام هر چی در چنته داشتن بستن به احسان الله خان. و احسان الله خان رو در مسکو تیرباران کردن، ولی در حقیقت در پایان تصفیه ها دیگه بود وقتی که به احسان الله خان رسیدن و اینقدر شما
شمار اعدام شده ها و تیرباران شده ها زیاد بود که دیگه اینا وقت نمی کردن که دفن کنن تیرباران شده ها رو. احسان الله خان جزء گروهی بود که اینها رو بعد از اعدام سوزوندن و ما میدونیم که خاکسترش هم کجا نگهداری میشه و این خیلی جالبه که دولت اتحاد جماهیر شوروی یک تلاش بسیار بسیار پیگیری داشت برای اینکه جنایت خودشو مستند کنه و نگه داره و این یگانه است واقعا توی فرهنگ نگهداری اسناد تاریخی که ما به عنوان مورخ هر روزه باش سر کار داریم. این در مورد اتحاد جماهیر شوروی شرمی نداشتن از این کاری که کردن، فکر می‌کنم نه تنها شرم نداشتن بلکه احساس غرور میکردن که چگونه دشمنان خلق رو نابود کردند. ببینید من فکر کنم برای این کمونیست های ایرانی که در زمان استالین به این شکل فجیعی که شما میگید تیرباران شدن در میدان کمونارکا گفتید، برایشون باید خیلی دردناک بوده باشه. یک کسی اعتقاد داشته به اون سیستم، خودشو کمونیست میدونه و پناه برده به اونجا و بعد اونجا چنین وضع فجیع اینا تیرباران بشن، باید خیلی دردناک بوده باشه. بسیار دردناکه. من خودم بارها و بارها به کمونارکا رفتم و یک بنای یک سنگ یاد بودیم برای قربانیان ایرانی کمونارکا اونجا گذاشتم. وقتی واقعا تو اون صحنه بودم، در این میدان تیر بودم، یاد تمام اون گزارشایی که من توی آرشیف خونده بودم افتادم و متن بازجویی ها. بسیاری از اینها تا لحظه آخر خودشون رو مؤمن میدونستن، کمونیست میدونستن و مدعی بودن که عمیقاً به مارکسیسم لنینیسم اعتقاد دارن، عمیقاً به بقای اتحاد جماهیر شوروی اعتقاد دارن، عمیقاً به رهبری جوزف استالین اعتقاد دارن و از این دست. مطمئناً برای کسانی که چنین با چنین عمقی از وفاداری به اون نظام و به اون اندیشه و در حقیقت پایبند بودن، باید خیلی سخت باشه که ببینن کارورزان همون نظام اینها رو به عنوان دشمن خلق دارن تیرباران میکنند. خیلی ممنون.